Hey guys, چطوری؟ خوش اومدین به این ویدیو. خب من قرار بود از صبح ویدیو بگم ولی یادم رفت، همین الان یادم اومد که امروز قرار بود ویدیو بگیرم. پس خوش اومدین به این ویدیو. الان حدود ساعت 9 ربعه و من دارم سر اولین کلاسم که انگلیسیه و اینکه آره یادتون نره که سابسکرایب کنید، لایک و کامنت بذارید و اینکه باز یو آل بزن افیتم نشون میدم. شلوارمو با بلوزمو دیروز از اچ‌ام گرفتم و thank you so much. خب بچه ها زنگ پیش معلم هم نیومد و منشون که بریم داخل لرنینگ سنتر و از یک کارهای انگلیسی انجام بدیم و دیگه آخرشون که من تموم شده بودم کار ریاضی من انجام دادم، همونطور که نشونتون دادم. الان هم کلاس شیمی داریم، قرار درس اسید و اینا رو شروع کنیم و قرار مبحث خیلی سختی باشه به قول معلممون. نمیدونم الان ببینیم که چی میشه. Weak acid, weak alkali. And then which is only relevant for solution. Yeah. Right, which one do you want to start with? We've got vinegar. Look at me doing it. Sorry, you said that. But what's one? We need one only. Right, so just need... Either set it up or... So we're just using the universal indicator for the tests to begin with. Yeah. And then we'll switch to using the other indicators. Yeah. And then the next one. That's cool. So, adding stuff to the wells, just do 5 or 6 drops. Like enough to get a good amount in there. And then just do the water seems to have gone missing. بچه ها این آب لیموه، اونم صابونه که داخلش یونیورسال اندیکیتر ریختیم و فهمیم که اون اسید اون بازه و اینم رنگش. So I'm just going to do 3 other. How many drops? Do you know which is an acid and which is an alkali? Yeah, this is an acid, this is an alkali. So what we're doing here instead is seeing what colour does litmus turn in acid and alkali, what colour does phenolphthalein turn in acid and alkali, and what colour does methyl orange turn in acid and alkali. So those are both litmus, so you can do a litmus, red and blue in the acid. So that's the alkali, right? So you can see red turns to blue, and blue doesn't change colour. So we know that litmus is blue in alkali. Then we can try litmus in the acid. So blue turns to red. And then red stays red. So we know that litmus is red. We need 5 centimeters. I thought you were taking your lot. So as we can see. خب بچه‌ها من فکر کنم دیگه از بعد از کلاس زیستم فیلم نگرفتم، چون خیلی خیلی خسته شدم و خیلی مشق بهمون دادن و از وقتی که اومدم فقط دارم درس میخونم و مشقا رو مینویسم و امیدوارم که بتونم فردا رو و پس فردا رو براتون ویدیو بگیرم که یه ویدیو درست حسابی براتون بذارم. الان یه تک زنگ ریاضی فراتر دارم. دیشب ساعت 10 خوابیدم، بعد الان هنوز خوابم میاد، یعنی 8 ساعت هم خوابیدم ولی هنوز خیلی خیلی خوابم میاد. دیگه بعد از این 40 دقیقه میرم داخل کامن روم که یکم درس بخونم و استراحت کنم. بعدش تو زنگ فیزیک دارم، بعد ریاضی، بعد زبان و زنگ آخرم بیولوژی دارم که خدا رو شکر این روزایی که زنگ آخر بیولوژی دارم خیلی خوبه، چون که هم درس رو دارم، هم معلم هم دوست دارم، هم که دیگه فانه دیگه اینو. بلن یه چند روزیه که منتال هلف اوکی ندارم، برای همین تصمیم گرفتم که یه هیلینگ دایریز درست کنم و بذارم تو یوتیوب
که اولین ویدیوشو میخوام از شنبه شروع کنم بگیرم، یعنی شنبه و یک شنبه اولین ویدیوش قرار باشه و براتون پستش کنم. And number three, I'm going to be talking through it as well. So the first, and into, starting from the north, put your posture against the corner. So you need to draw around this first. Okay. And then you're going to have to hold yours to start with the point you're going to put. So you see with the tiny little arrow here, you're going to put a dot where it wants to go. Okay, what am I going to do now? Okay, so put them up there. Yeah, out is north, in is south. Burn myself. Now, two, three, nothing. Guys, خب امروز چهارشنبه است و من دوستان اول جز دارم که معلمم قرار نیست بیاد و بعدش هم زیست فیزیک شیمی دارم و بعدش هم اینجوچمنت دارم. امروز قراره که تشریح مغز انجام بدیم و I'm so excited و بعدش هم فکر کنم برم استارباکس و به سوالی که پرسید اینجا بدم. پس حتما تا آخر ویدیو ببینید. خب بچه ها معلم فیزیکم هم نیومد و یعنی بوده ایش حالش بچوز رفت و الان بیکاریم، یعنی سیر سال فرستاد انجام بدیم و نیومد بیکاریم تا دوزار بیس و پنیم بعد شیمی دارم و اینیچمنت من با معلم فیزیکم هم و معلم فیزیکم که رفته حالا فکرم اینیچمنت یه نفر دیگه بیاد انجام بده. خب بچه ها الان من این کلاس شیمی خب گایز من آمدم استارباکس، اما متاسفانه ویدیو گرفتم و خیلی صدا دور بره و اصلا نمیتونم ویدیو بگیرم، نمیاد صدام درست. برای ما برم خونه ویدیو بگیرم، اصلا یه میخوام اینجا نوشتنی بگیرم بعد برم خونه و شب بذارم اونجا. گایز من اومدم خونه دیگه، فکر کنم صدا اوکی باشه و حالا فقط الان چک میکنم که صدا اوکیه و الان دیگه میخوام واقعا به سوالا جواب بدم. فکر کنم اوکیه دیگه، نمیدونم بیشتر از این کجا باید گوش رو بذارم. اوکی، سو سوال روی تبلته، یعنی آیپده و آره جواب بدیم. بلی 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 بریم سراغ سوال. اوکی اوکی، خب چجوری تنهایی هست پس همه چیز برمیای؟ خب ببین، من کلا دختر مستقلی نبودم، یعنی من از همون بچگی چون که مادرم مثلا خانه دار بود همیشه با مامانم بودم و همیشه وابسته بودم به مامانم و همه کارامو اکثر مامان و بابام انجام میدادن و برای همه عجیبه که من اومدم اینجا و تونستم همه کارامو خودم انجام بدم و خودم هم تعجب کرده بودم که اینجوری شد، چون من حتی حمومم که میرفتم مامانم باید باهام میومد، ولی اینجا کلا همه چیز عوض شد، الان بیشتر کارامو خودم انجام میدم، یعنی همه کارامو خودم انجام میدم. آره فکر میکنم که یعنی سیچویشنش که پیش میاد آدم ها عوض میشن و مستقل میشن. توصیه برای کسی که میخوان مهاجرت کنن چیه؟ بچه ها بذارید تا وقتی که واقعا مجبور نشوید مهاجرت نکنید، تا آخرین لحظه پیش خانوادتون بمونید. این توصیه منه. سن پایین خیلی سخته برای مهاجرت، یعنی بذارید مثلا 18 سال به بالا باشید مهاجرت کنید، یا حتی اگر هم الان شرایطتون اوکی مهاجرت نکنید یا سعی کنید خانواده ای مهاجرت کنید، واقعا تنهایی مهاجرت نکنید. البته بگم این تجربه شخصی منه و عقیده منه، شاید یه نفر تنهایی مهاجرت کنه خیلی خوشحال باشه، ولی من نظرم اینه که تا جایی که میتونید خانوادهتون بمونید و با خانوادهتون مهاجرت کنید و سن کم مهاجرت نکنید اصلا. سلام دوستان عزیز، میشه بگی که درس خوندن به یک زبان دیگه چه سختیایی داره و امتحان گرفتن هاشون چجوریه، چه فرقی با ایران داره؟
درس خوندن به زبان دیگه سخته، ولی برای من به شخصه سخت نیست خیلی، چون من هم از بچگی زبان انگلیسیم خیلی اوکی بوده و خیلی مثلا مدرک دارم و اینا و اوکی هم، ولی خیلی ها دیدم که مشکل دارن که ایرانی هستن با درس ها. ولی خب اگه که تقویت کنین انگلیسیتون رو اوکیت. امتحان گرفتنشون چجوری؟ امتحان گرفتن ها اینجا بچه ها مثلا برای ساینس به 3 تا برگه تقسیم میشه، برگه تستی، برگه تشریح و برگه آزمایش، و هر کدومش مثلا 8 تا برگه 16 صفحه است و خیلی سخته، خیلی باید بنویسی، خیلی مثلا هر کلمه یه مارک داره و اصلا یه وضعیتیه. برای همین مثلا هیچ کس کامل نمیشه اینجا، اصلا 100% کسی نمیگیره، یعنی اصلا باید 100% شدن و فکرت بکنی بیرون اینجا. حتی من یه بار 96% شدم و یه کلمه یو هرچی معلم گفتم بابا من اینو نوشتم 100 بده، میگه نه 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 این اون نیست، برای اینکه 100 نذاره. ولی خب کلن اینجا اصلا مثلا 80% بگیری بالاترین حد گرید 9 حساب میشه، در این حد سخته امتحانا. چجوری تیزوشان قبول شدی؟ بچه من اصلا نمیخواستم تیزوشان قبول بشم به خاطر اینکه من کلاس ششم قبول نشدم و خیلی بهم ضربه روحی زد، اصلا نخوندم بر، یعنی اصلا تصمیم تیزوشان قبول شدن نداشتم. ولی چون که از کلاس ششم هم سالای تستی رو حل کرده بودم، هوشا رو، همین که کلاس نهم امتحانه پایین ترم درس‌ها رو خیلی خوب خونده بودم، همینجور رفتم امتحان دادم و قبول شدم به طرز خیلی جالبی قبول شدم. یعنی جالب نبود، همه میدونستن قبول میشن. ولی خب جریان خونه‌ای که توی زندگی میکنید بگید. بچه ها ما یه جا هستیم که چند نفر هستیم و هممون به طرز عجیب ایرانی در اومدیم و اتاق داریم اینجا و زندگی میکنیم. دست جریان. خب چند ساعت کنون کشوری و زبان اونجا رو بلدی؟ 16 سالمه، یعنی 16 سالگی رو شمشو فوت کردم، وارد 17 سالگی شدم. کدوم کشوری؟ انگلیس هستم و زبان اونجا باید انگلیسیه که بله. چقدر هزینه مهاجرت شد؟ بچه ها این خیلی به شرایط مختلف بستگی داره، خیلی هم من میپرسن، ولی واقعا من نمیتونم یه عدد بگم به خاطر اینکه برای هر سنی هر جایی متفاوته و خیلی هم دوست ندارم راجع به صحبت کنم. شما اگه داخل سایت های مختلف یا اینترنت برید سرچ کنید، براتون یه سری عدد میاره که توی رنجی هست و میتونید ببینید. پدر چغلش چیه؟ پزشک هستن پدر من. از چه طریقی میشه برای کالج هستی اقدام کرد و شرایط ثبت نام چیه؟ از طریق شرکت مهاجرتی شما میتونید اقدام کنید و شرط خاصی هم نداره، ولی فقط یه امتحان انگلیسی میگیرن و یه اینترویو داره، این دوتا حتما هست. در سال اعتماد به نفست الان در این لحظه چقدره؟ اگه بخوام راستش رو بگم الان اعتماد هستم خیلی پایینه و خیلی دارم اذیت میشم سر این داستان. حتی اون هیلینگ دایرز که اول ویدیو بهتون گفتم برای اینه که یه کوچولم اعتماد به نفس بسازم برای خودم و یکم بوست کنم کانفیدنسمو. آره. انگلیس که خیابوناش برعکس چهسی داره. بذارید بگم، روزای اول سوار اتوبوس که میشدم برعکس سوار میشدم و گم میشدم، یعنی بجون که راست سوار شم چپ سوار میشدم یا به جای چپ راست سوار میشدم و خیلی این داستان رو مخ بود و همش داشتم گم میشدم. خب سوال بعدی اینه که چجوری زبانت عالیه؟ بچه من 3 سالگی کلاس زبان میرفتم و هیچ وقت استاپ نکردم زبانو و همجور یه تیکه تا 14 سالگی 15 سالگی ادامه دادم و بعد مدرکمو گرفتم و همچنان هم کارهای مختلف انجام میدم برای اینکه انگلیسیم تقویت بشه. فیلم میبینم، پادکست گوش میدم، کتابای مختلف میخونم. یه ویدیو دارم راجبش، میذارم اینجا عکسشو، میتونید ببینید نگاه کنید. گفتم چجوری میتونید زبان انگلیسیتون رو تقویت کنید. سلام، خوبی؟ دوست دارم این دنیا. مرسی. میشه ماجرای رفتن تو بگی؟ هیچی، همینجوری یه موقع گفتم که میخوام مهاجرت کنم و اینجور بودم که مام بابا اینجور بودن که اوکی باشه و رفتم. تا چه سطحی زبان خوندی؟ آیلتس هم دادی؟ بچه من مدرکمو کامل گرفتم ولی آیلتس ندادم، ولی یه امتحان OPT Oxford Placement Test که مال UK دادم که نمرم 8.5 شد. چجوری زبان میخونی؟ معلم خصوصی یا کانون؟ بچه ها من نه کانون میرفتم نه معلم خصوصی، مؤسسه میرفتم، مؤسسه بهار توی شیراز، فکرم توی خیابون قصردشته. میشه کتابایی که تو کالج میخونی رو نشون بدی؟ بچه ها کتابایی که تو کالج میخونیم مثلا کتاب نمیخونیم، همه چی آنلاینه و معلمان خودشون جزوه کردن و بهمون میدن، به خاطر اینکه اگزم بوردای متفاوت داریم تو انگلیس و برای اینترنشنال ها یا اکسدل یا CIE و مثلا AQA برای اونایی که خودشون اونجا هستن و خیلی قاطی این. چجوری برای درس خوندن برنامه‌ریزی می‌کنی؟ من اکثرا از تبلت استفاده می‌کنم برای برنامه‌ریزی و فکر کنم یه ویدیو براتون راجعش بذارم، بخاطر این امتحانات ما که مارچ هم نزدیکه و باید برنامه‌ریزی کنم براش.
اول ممنون از حمایتات، انگیزه خوبی که برای ولاگ گذاشتن بهم دادی. و اینکه رشته حسابداری هم کالج داره. آره یه سابجکت دارم مثل اکاونتینگ، فکر کنم برای اونایی که میخوان حسابداری بخونن. نمیدونم دقیق نمیدونم. یه سال بهتر از چند سالگی مهاجرت کرد تا بشه تحصیلات تو انگلیس رو ادامه داد. بچه ها انگلیسی 3 سال رو باید بخونید، ولی به نظر من بذارید 18 سالتون بشه حتی بعد بیاین 3 سال رو بخونید، یعنی بذارید بزرگتر بشید بیاید، خیلی راحت تره براتون. مثلا منی که 14 سالمه میتونم از طریق مهاجرت بیام انگلیس. آره میتونی، ولی واقعا 14 سالگی خیلی کوچیکه، یعنی 2 سال منم کوچیک‌تره. فکر کنم من الان سختمه، فکر کنم 2 سالم کوچیک‌تر باشی خیلی سخت میشه اینجوری. عجب برای من سخت باشه، شاید برای تو اوکی باشه. I have no idea. من کلاس زبان میرم، تا الان فامیلی فرند 5 خوندم و یه کتاب به اسم آکسفورد. خب بچه هم اصلا فامیلی فرند نخوندم اوکی، چون که ما مؤسسمون بهار یه جور دیگه بود. ما فکرم از تاینی تاک شروع کردیم، بعد لسکو بود، بعد انگلیش فور سکول بود، بعد تاپ ناچ بود، بعد سامیت بود. فرق داره داستانش. چه شکلی همه درس رو انگلیسی میخونی؟ یعنی خیلی باید بلد باشیم. ها؟ باید انگلیسیت خیلی خوب باشه که بفهمی، یا اینکه خیلی باید مثلا وقت بذاری که مثلا بشینی کلمه رو زیرش خط بکشی ترجمه کنی و بالاش بنویسیم. من اوکی هم از این داستان، نمیخواد این کار رو انجام بدم. دوست داری در آینده چه شغلی داشته باشی و چرا؟ من 3 تا هدف دارم، یا داروسازیه، یا دندون پزشکی، یا ژنتیک. و خیلی دلم خواهد ژنتیک بخونم چون خیلی علاقه دارم بهش. قصد خوندن زبان جدید تو آینده داری؟ شاید یه موقع برم فرانسوی یا ایتالیایی بخونم یا آلمانی، یکی از اینا، ولی فعلا نه، چون فعلا میخوام روی درسای الانم و اینکه درس الان انگلیسی سخت تمرکز کنم. فعلا نمیتونم درس، یعنی زبان جدیدی رو شروع کنم اصلا. چه رنگی رو بیشتر از همه دوست داری؟ سیاه و سفید. غذای مورد علاقه چیه؟ غذای مورد علاقه هم سوشیه و برگر. آره. سوالی ندارم، میشه فقط با بچه های ایرانی کالج ویدیو بگیری؟ بچه ها این چیزا یکم آکورده، یعنی شاید دوست نداشته باشن یا حالا اوکی نباشن با این داستان. برای همین I cannot do this. چجوری توی یوکی تنها زندگی میکنی؟ همین جوری که دارید میبینید. خب میشه تازه تهیه صابونایی که درست میکنی برامون بذاری؟ آره حتما حتما یه ویدیو براتون میذارم. اگه دوست دارین یه ویدیو What I Eat in a Day هم براتون میذارم که ببینید، یا What I Eat in a Week. این هم میتونه خفن باشه. درست خوبه؟ I'm the top student always. به خاطر اینکه من خیلی چیزم، چی بهش میگم پروفیشنال هستی، همچی چیزی هست میگن خیلی یادم نیست اصلا، حتی نه انگلیسی شدم نه فارسی شدم. اون که خیلی دوست دارم خوب باشن، من از اونم، برای همین خیلی. رشته چیه؟ فعلا رشته ای ندارم و همه ساینس ها، یعنی فیزیکس، بیولوژی و کمیستری رو برداشتم برای GCSE و فردر مفس و مفس و همچنین انگلیش لنگویج. راست اینا بهتون بگم که خیلیاتون پرسین که مثلا این امتحانه، این امتحان گفتم ورودی کالج ازمون میگیره که انگلیسی، اگه نمرت از یه حدی بالاتر بشه تو میتونی انگلیش لنگویج یعنی بری درسشو بخونی، که میشه ادبیات انگلیسی، که همون آرایا و شعر و چه میدونم این چیزای انگلیسی که من واقعا مغزم داره سوت میکشه ازش. ولی اگه نمرت اونقدر خوب نباشه باید بری آیلتس بخونی و بعد از 3 سال آخرین سال آیلتس بری برای دانشگاه. ولی اگه مثلا انگلیش لنگویج بخونی دیگه هیچ وقت نمیخواد آیلتس بدی.